باته. مستقیم سلام و عرض ادب دارم بیتا قاسمپور جهانگیر هستم کارشناس رسمی مهاجرت کانادا با برنامه شما و کارشناسان از شبکه سی تلویزیون ایرانیان تورنتو در خدمتون هستم تاریخ ضبط این برنامه ماه فوریه سال 2019 میلادی هستش و علت اینکه من تاریخ رو میگم چون اشاره به قوانین حقوقی میکنیم لازم هست که اگر زمانی بعد از تاریخ ضبط برنامه شما این ویدیو رو تماشا میکنید حتما با وبسایت اداره مهاجرت کانادا با وکیل یا کارشناس خودتون حتما قوانین رو مجددا چک کنید خب دوستان همونطور که از عنوان روی صفحه تلویزیونتون میبینین امشب در مورد ویزای توریستی کانادا میخوام با شما صحبت بکنم چه کسی میتونه ویزای توریستی رو دریافت بکنه چه کارهای انجام بدیم که بتونیم این ویزا رو راحتتر دریافت بکنیم و شرایطش برای ما مهیا بشه و همینطور علت های مردودی ویزای توریستی خب صحبت ها بسیار زیاد هست و با توجه به اینکه در حال حاضر درخواست های بسیار زیادی از شما هموطنان عزیز به خصوص هموطنانی که ساکن ایران هستند و برای دیدار دوستانشان یا اینکه دیدن کشور زیبای کانادا قصد سفر به این کشور رو دارن درخواست ها واقعا به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و برای همین من لازم دونستم با توجه به تعداد بیشماری از درخواست های شما عزیزان سوال هایی که میپرسین لازم دونستم که در مورد برنامه ویزای توریستی و نحوه ارسال این درخواست و جزئیاتی که این درخواست داره بیشتر باتون با صحبت بکنم ابتدا میخوایم ببینیم که چه کسی میتونه ویزای توریستی کانادا رو دریافت بکنه و چه شرایطی رو باید به افسر مهاجرت کانادا نشون بده برای اینکه ویزا رو بتونه بگیره خب اول نکته اینه که باید بتونه به افسر مهاجرت ثابت کنه که بعد از اینکه از کشور کانادا دیدار کرد و اون قصدی رو که برای گرفتن ویزای توریستی داره رو انجام داد و مهیا شد به کشور مورد اقامت خودش ایران یا هر کشور دیگری که هست حتما برمیگرده و اینکه به اون کشور برمیگرده بستگی به این دارد که اون شخص در اون کشور چه ریشه هایی داره ریشه ها منظورمون ریشه های عاطفی هست حرفه ای و ریشه های مالی هست خب چطور میتونه این رو اثبات بکنه؟ اولا که مصاحبه ای در کار نیست. بنابراین برخلاف سالهای قبل، سالهای بسیار دوران قبل که پرونده ها ارسال میشد و مصاحبه ای در کار بود و با متقاضیان صحبت میکردن که قصد سفرتون از کانادا چی هست، به صورت شفاهی مصاحبه انجام میشد، وقت مصاحبه داده میشد، تمام این مراحل حذف شده. و الان فقط شما روی مدرک میتونید با افسر مهاجرت صحبت کنید بنابراین گوشی برداشته نمیشه <coughs> که شما بتونید با افسر مهاجرت صحبت کنید و فقط با مدرکتون میتونید به افسر مهاجرت بگید که من فردی هستم که قصد ویزیت از کانادا رو دارم یا دیدار اقوام یا دوستان رو دارم یا اصلا اقوام یا دوستی ندارم در کانادا فقط میخوام این کشور رو ببینم و برمیگردم فقط با مدارک حالا چه مدارکی باید ارائه بدید خب اثبات بازگشت به کشور مورد اقامتتون همونطور که خدمتون قبلا گفتم با اثبات اینکه شما در اون کشور در کشور ایران مثال ما در کشور ایران هست ریشه دارید میتونه انجام بشه در مورد شغلتون صحبت کنید شغل شما چه هست خب میشه نامه کاری افرادی که شاغل هستن نامه کاریشون رو حتما ارائه بدن در مورد نامه کاری لازمه که بیشتر توضیح بدم نامه های کاری باید در چارچوب قوانین اداره مهاجرت کانادا باشد. نامه های بسیار زیادی دیده شده از پرونده های مردودی قبلی که دوستان به دفاتر دیگه مراجعه کردن یا به آژانس های مسافرتی یا به دفاتری که رسمی نیستن و واقعا کلاهبرداری میکنن از افراد. این افراد فقط به صورت دو خط یعنی از متقاضی خواستن نامه کاری بگیرین در دو خط نوشته بدیم وسیله گواهی می شود آقای خانم X در این شرکت به عنوان کارمند مشغول به کار است نقطه این نامه جهت تهیه جهت ارائه به سفارت کانادا ارسال شده است تهیه شده است و هیچ گونه ارزش و اعتبار دیگری ندارد این نامه نامه کار نیست هیچ کاری نمیشه با این نامه کرد و بهتر اصلا این نامه رو استفاده نکرد. نامه کاری باید در چارچوب قوانین اداره مهاجرت نوشته بشه و چیز عجیب غریبی نیست، فرمول خاصی نداره. یک نامه کاری باید عنوان داشته باشه، بر روی سربرگ باشه و الزامی نداره خطاب به جایی باشه. معمولا به متقاضی میگن که بنویسن خطاب به سفارت کانادا. نه. تو هومیت می کانسرن یا بدین مسئله گواهی می شود. کافیه. آه باید شخص مشخص بشه که متقاضی از چه تاریخی در اون شرکت یا اون مؤسسه مشغول به کار هست سمتش چی هست آیا تمام وقت یا نیمه وقت چه مقدار حقوق داره دریافت میکنه و در کنار اونها به شرح وظایف اون شخص اشاره بشه حتما شرح وظایف داشته باشه و توجه داشته باشون در مثالی که من قبلا زدم که به کرات دیده شده این نامه ها که کلمه کارمند استفاده شده کلمه کارمند که معادل آن ایمپلوی هست اصلا شغل نیست عنوان نیست کارمند کارمند چه قسمتی یک کارمند میتونه سمت های مختلف دیگری داشته باشد کارمند میتونه منشی باشه میتونه دفتردار باشه بوکیپر باشه حسابدار باشه در نتیجه وارد عنوانش ما میشیم پس میگیم ایمپلوی از وات کارمند به چه عنوانی تحت چه عنوانی کار میکنه پس باید سمت کاملا مشخص بشه در نامه خب افرادی که نامه کاری ندارن چه کار باید بکنند؟ افرادی هستند که صاحب بیزنس خودشون هستن جا که در اینجا من توضیح بدم که افرادی که صاحب بیزنس خودشون هستن معمولا میگن ما که خودمون نمیتونیم برای خودمون نامه کاری صادر کنیم درسته ولی اگر که شخصی بیزنس خودش رو داره مثال میزنیم افرادی هستن که شرکت خودشون رو ثبت کردن دارای روزنامه رسمی هستن اساسنامه یا آیه تغییرات تصمیمات و غیره در روزنامه رسمی مشخص میشه که فرد متقاضی یا نامبرده در اون روزنامه رسمی چه سمتی رو داره اوکی؟ بر اساس سمتی که داره اگر شرکت دارای نیروی انسانی یا هیومن ریسورس باشه نیروی انسانی فرد مخاطب هست در این نامه که میتونه برای مدیرعامل یا برای متقاضی پرونده ما این نامه رو صادر بکنه و این نامه میتونه به امضای HR یا هیومن این شرکت برسه اگر سایر افراد افراد دیگری هستند که در روزنامه رسمی نام بردن که دارای حق امضا هستند اون فرد هم میتونه نامه کاریه متقاضی که خودش صاحب شرکت هست و سهامدار هست رو هم همچنان امضا بکنه بنابراین راه حل هست و این هم قانونی هستش درسته متقاضی که خودش صاحب بیزنس خودش هست نمیتونه شرکت خودش رو نمیتونه نامه کاری خودش رو امضا بکنه ولی به این ترتیب متوجه شدن که در این حالت باید نامه کاری رو چه کسی امضا بکنه نامه کاری باید همراه با فیش حقوقی باشد دوستان بسیار زیاد میگن در ایران ما اصلا فیش حقوقی نداریم یا پول توی پاکت گذاشته میشه به ما نقد داده میشه یا به حساب بانکی مون ریخته میشه میدونم شاید این عرف باشه ولی ما بازم تاکید میکنیم ما باید پرونده شما رو در چارچوب قوانین اداره مهاجرت کانادا قرار بدیم و اداره مهاجرت کانادا اینطور اصل رو بر این میگذاره که یک کارمند, کارمند یک شرکت فیش حقوقی براش صادر میشه بنابراین فیش حقوقی مورد نیاز هست معمولا فیش های حقوقی که در ایران صادر میشن البته ناگفته نماند که شرکت های بسیار زیادی هستن که فیش حقوقی واقعا صادر میکنن و بسیار تعدادشون هم زیاد هستش فیش حقوقی هایی که وجود دارن توی پرونده ها روی سربرگ شرکت هست دارای مهر و امضای مدیر عامل یا مدیر مالی یا حسابدار شرکت هست این فیش های یک فیش حقوقی رسمی دارای این مشخصات هست اگر فردی کارمند هست در شرکت و نامه کاری دریافت میکنه فقط بسنده نکنید به نامه کاری حتما روزنامه رسمی و هر آنچه که نشون دهنده هویت بیزنسی اون شرکت هست حتما باید تهیه بشه علاوه بر فیش های حقوقی برمیگردیم به صحبت صاحبان بیزنس خب شاید صاحب بیزنس در مثال قبلی که ما زدیم شاید در این مثال بعدی شاید مغازه دار باشه در صورتی که مغازه داشته باشه و شرکتی ثبت نکرده باشه عضو اتحادیه هست چون باید جواز داشته باشن تا بتونن در مغازه خودشون فعالیت قانونی داشته باشن خب پس میشه ترجمه جواز جواز کسب جواز کسب رو کجا صادر میکنه اتحادیه مربوط به اون صنف به اتحادیه مربوط به اون صنف مراجعه کنید و نامه از اتحادیه دریافت کنید مبنی بر اینکه شما رو میشناسن شما دارنده جواز به چه شماره هستید از چه سالی عضو این اتحادیه هستید آیا عضو فعالی هستید آیا در جلسات شرکت میکنید یا نه این نامه رو اتحادیه ها به شما میدن این نامه کاملا نامه هست که حق مسلم شماست و اتحادیه به شما میده بنابراین علاوه بر جواز ما لازم داریم که افرادی که کسبه هستن و مغازه دارن و عضو اتحادیه هستن حتما از این اتحادیه ها نامه دریافت بکنن و اتحادی هم همکاری میکنن معمولا نامه رو به شما میدن این نامه ها باید ترجمه بشه و قابل ارائه به سفارت کانادا بشه هر مدرکی که به زبان فرانسه یا انگلیسی نباشد باید به ترجمه رسمی برسد تعریف ترجمه رسمی چیست؟ ترجمه رسمی ترجمه هست که روی سربرگ قوه قضاییه یا کانون مترجمان نوشته شده باشه و دارای مهر مترجم و مهر کانون مترجمان یا اصطلاحا بهش میگن مهر قوه قضاییه باش به این میگن یک ترجمه رسمی بعضی از مترجمان ما در ایران متاسفانه کم لطفی میکنن و بعضی از مدارک رو نمیدونم به چه علت روی سربرگ نویسن نمی و مدرکی که ترجمه میشه و روی سربرگ قوه قضاییه نباشه حتی اگر مهر مترجم رو هم دارا باشه دارای اعتبار و ارزش قانونی نیست و نمیتونیم برای پرونده های اداره مهاجرت از اون استفاده کنیم بنابراین مشخصه یک مدرک ترجمه شده به این صورت هست که باید بر روی سربرگ باشه مهر مترجم و مهر کانون مترجمان رسمی قوه قضاییه رو دارا باشه و اما پاسپورت حال که الان صحبت سر در مورد ترجمه مدارک صحبت میکنیم بسیاری از هموطنان ما که برای ترجمه میرن نزد دفاتر رسمی ترجمه بهشون گفته میشه که پاسپورتتون باید ترجمه بشه پاسپورت دوستان به دو زبان نوشته شده زبان کشور خودتون که در ایران فارسی هست و زبان انگلیسی که یک زبان بینالمللی هست بنابراین پاسپورت نیازی به ترجمه ندارد اما بسیاری از این مترجم ها میگن که چطور وکیلتون به شما نگفته پاسپورت شما باید ترجمه بشه و باید مهر کپی برابر اصل روش بخوره برای هر کدوم از اینام هم هزینه باید پرداخت کنید و باید به تاییدیه وزارت امور خارجه برسه اصلا هیچ کدوم از اینها لازم نیست برای پاسپورت و برای درخواست های ویزای توریستی کانادا مهر وزارت امور خارجه برای هیچ یک از این مدارک لازم نیست مگر در مورد اگر در خصوص درخواست های دانشجویی صحبت میکنیم بله وزارت امور خارجه باید مدارک تحصیلی شما رو تایید بکنه اوکی. خب قسمت مدارک مالی در خصوص شاغلان و در خصوص صاحبان بیزینس رو تموم میکنیم و میرسیم به افرادی خاندار هستن و نامه کاری ندارن متقاضی میگفتن که هر کس که خاندار هست مردود میشه و حتما باید براش اعلام کنیم که شاغل هست ما نمیخوایم که شما دروغ بگین اگر فردی خاندار هست بگین که خانداره هر خانداری مردود نمیشه برای شما سناریو میاریم و مثال هایی که در پرونده ها اتفاق افتاده متقاضی که خانم متقاضی که خاندار هستم همسرشون صاحب کارخانه هستم و خود این خانم سهامدار یکی از سهامداران این کارخانه هستن و سهمشون هم تقریبا فکر میکنم 41 یک درصد بود و نه درصد همسر 51 و یک درصد از میخوام این خانم دارای سهام کارخونه هستن سهام کارخونه ارزش گذاری شده ارزش هر سهم مشخصه و سهام کارخونه که در موردش صحبت میکنم در مزاعده های بسیاری شرکت کرده و پابلیک میتونن این سهام رو خریداری کنن کارخونه بسیار به نامی بوده ولی این خانم خاندار هست اشکالی نداره بنابراین این خانم خاندار با مشخص شدن ارزش سهامش میتونه به عنوان یک متقاضی که خانه‌دار هست ولی دارای املاک یا سهام یا استی هست در این پرونده به عنوان همراه شرکت داشته باشه سناریوی دیگری براتون مثال میزنم خانم متقاضی که جدا شدن از همسرشون دارای دو فرزند هستن یعنی متعلقه هستن دارای دو فرزند هستن خانه‌دار هستن وضعیت مالی نسبتا خوبی هم ندارن و ایشون نامه کاری ندارن خانه‌دار هستن این پرونده پرونده ضعیفی هست بنابراین خوب هست که بدونید که ریسک پرونده شما قبل از ارسال چه هست اگر که پرونده شما ضعیفه شما از وکیل یا کارشناستون بپرسین چقدر شانس هست برای این پرونده با توجه به شرایطی که من دارم فکر میکنید چقدر درصد قبولی هست زیاد هست درصد این قبولی یا کم عادتی که ما ایرانی ها داریم شاید حداقل در حرفه‌ای که من تقریبا وارد 18 سالش شدم از من میپرسن گارانتی ما در این کار نمیتونیم به کسی گارانتی بدیم دوستان در جلسه های آینده به شما با توجه به اشاره با توجه به بندهای مهاجرتی و قوانینی که کانون کارشناسان مهاجرت و همینطور کانون وکلا تعیین کرده ما نمیتونیم از کلمه گارانتی استفاده بکنیم برخی از وکلا هستند که با توجه به نیچر کارشون در حرفشون میتونن بگن که دریافت حق الوکاله پس از قبولی میتونن این کار رو بکنن من دیدم در آگهی ولی اینکه آیا قانونی هست یا نه من نمیخوام در این زمینه صحبت بکنم شاید نیچر کارشون یا حدود اختیارات کارشون یا کانون وکلا بهشون این اجازه رو میده که اینطور دستمزدشون رو دریافت کنن مثل وکلای تصادفات که زیاد دیده شده در این مورد نمیخوام نظر بدم که این قانونیه یا نه ولی میخوام به شما بگم که حداقل در مورد حرفه خود ما به عنوان کارشناس و مهاجرت این قانونی نیست و ما نمیتونیم به شما بگیم که دریافت حق الوکاله به شرط قبولی یا اینکه ما از کلمه زمانت یا گارانتی چه کتبن چه شفاهن اجازه نداریم که استفاده بکنیم بنابراین به دنبال شنیدن کلمه گارانتی از وکیل خودتون هرگز نباشید خب صحبت میکنیم راجع به اثبات ریشه های خودتون در کشور مورد اقامتتون قسمت شغل رو راجبش صحبت کردیم و اما صحبت میکنیم در مورد وضعیت مالی افراد در خصوص وضعیت مالی اگر اندوخته مالی دارن و حساب بانکی دارن دراز مدت کوتاه مدت حساب های سپرده اینها رو میتونن نشون بدن پس از مراجعه به بانک شما درخواست دو مدرک رو میکنید مدرک اول تمکن مالی هست یک تکبرگ هست که بانک اون رو در اختیار شما قرار میده دارای مهر امضای بانک هست بر روی بانک هستش که این تمکن مالی هست که نشون میده که شما به عنوان دارنده حساب و مشتری اون بانک دارای چه مقدار باقی مانده تای حسابتون هستین و اما مدرک دیگری که شما باید در، دریافت بکنین از بانک گردش حساب بانکی شما هست گردش حساب بانکی شما ترجیح میدیم که سه ماه یا شش ماه گذشته باشه نشون میده که شما با بانکتون چه کار با حساب بانکتون چه کارهایی انجام دادین هایی که انجام دادین چکهایی که کشیدین چکهایی که به حسابتون اومده و غیره بسیاری از متقاضیان تماس میگیرن و میگن که تمکن مالی باید چقدر باشه ما چقدر باید پول توی حسابمون بگذاریم یک میلیارد خوبه دو میلیارد خوبه 500 میلیون خوبه خب به نظر شما حالا من یه سال چالش انگیز از شما میپرسم کدومی که از این اعداد درسته برای اینکه ما بگذاریم توی حساب بانکیمون اگر میخوایم ویزای توریستی رو بگیریم 500 میلیون 100 میلیون 20 میلیون کدومش درسته هیچ کدوم دوستان عددی تعریف نشده برای گرفتن ویزای توریستی به عنوان تمکن مالی هیچ عددی تعریف نشده اما من به شما توصیه میکنم که یک توریست وقتی که میخواد وارد کانادا بشه و از کشور کانادا بازدید داشته باشه کمتر از معادل ده هزار دلار کمتر از معادل ده هزار دلار کانادا در حسابش نباشه یعنی سعی کنید که با توجه به دلار کانادا معادل اون مبلغ رو در حساب بانکی خودتون داشته باشین دوستانی هم هستن که میگن هر چقدر پول لازمه بگیم ما در حسابمون واریز کنیم یک شبه نمیشه که این مبلغ رو به حساب تزریق کرد خب افسر مهاجرت به استیتمنت شما نگاه میکنه نگاه میکنه که یه دفعه 500 میلیون تو یک حساب کارمندی که مای 5 میلیون تومن میگیره اومده نه اتومبیل فروخته نه خونه فروخته چطور این 500 میلیون توی حسابش اومده پس این تزریق پول چیزی جز این نیست که فقط قصد این رو داشته که بتونه به افسر مهاجرت فقط نشون بده یا فریبش بده که من این پول رو دارم برای اومدن به کانادا بنابراین هرگز این کار رو نکنید پول باید به تدریج به وارد حساب شما شده باشه و باید همخونی داشته باشه با بیزنس یا شغلی که شما دارین و میزان درآمدی که شما ماهیانه دارین اگر کارمندی هستید که ماهی هفت میلیون یا ده میلیون درآمدتون هستش و یه دفعه یک میلیارد توی حسابتون اومده خوبه که نشون بدین از کجا این پول اومده دوستان با اینکه این درخواست یک ویزای توریستی هست ولی افسری که داره پرونده شما رو بررسی میکنه همه جوانب رو میسنجه و میخواد مطمئن بشه که شما دارید راست بهش میگین وقتی که افسر, کانو... افسر مهاجرت کانادا متوجه بشه که راستش رو میگین دوست داره به شما ویزا بده بنابراین هرگز سعی نکنید که افسر مهاجرت رو فریب بدید یا سعی کنید که با مدارکی بهش دروغ بگین خب در خصوص وضعیت مالی من میخوام که یک پرانتز باز بکنم و والدین عزیز رو و همینطور پدر بزرگ و مادر بزرگ که براشون درخواست ویزای توریستی یا سوپر ویزا میکنن رو اصلا کلا از این برنامه که امشب من دارم راجبش صحبت میکنم در مورد قوانین و غیره میخوام مستثنا کنم هر اونچه که ما توی این برنامه داریم به شما عزیزان آموزش میدیم در خصوص والدین نیست چون معمولا معمولا والدین فیش حقوق بازنشستگی دارن یا اون رو ندارن بیکار هستن خانه‌دار هستن یا بازنشسته هستن و هیچ ایرادی هم نداره یک برنامه جداگانه ما خواهیم داشت در خصوص ویزای توریستی والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها صحبت خواهیم کرد بنابراین اگر این برنامه رو تماشا میکنین و برای پدر مادر خودتون قصد گرفتن ویزای توریستی دارین و میدونین که اونها بازنشسته هستن نگران نباشین این برنامه و صحبت‌های امشب در مورد این عزیزان نیستن خب داشتن فرزند ریشه عاطفی محسوب میشه دوستانی که درخواست های ویزای توریستی خودشون رو ارائه میکنن سناریویی براتون میارم که در اون متقاضی همسر دو فرزند همه با هم در یک پکیج درخواست ویزای توریستی قرار میگیرن تصور کنید که این خانواده وضعیت مالی نسبتا رو به ضعیفی داره تاریخچه سفر هم نداشته و وقتی همه اعضای خانواده با همدیگه میخوان بیان کانادا افسر مهاجرت قانع نمیشه بعد از بررسی پرونده که این افراد برمیگردن به کشور مورد اقامت خودشون میتونه یک علتی باشه برای مردودی این قبیل ویزاها خب پس چه کار باید کرد نمیتونیم بگیم که هر کسی که فرزند داشته باشه پس فرزندش رو نیاره به خاطر اینکه مردود میشه همه درخواست‌ها به این صورت نیستن های ما داشتیم که حتی فرزندها دارای ویزای شنگن مالتی بودن چندین بار سفر کردن به کشورهای مختلف تاریخچه سفر بسیار زیادی دارن اشکال نداره فرزندان رو توی پکیج میگذاریم ولی اگر شما فقط یک بار سفر کردین به خارج از ایران معمولا کشورهای همسایه یک, ویز... یک, ویزای ورود و خروج توی پاسپورتتون خورده و فرزندانتون هم دو تا فرزند یا سه تا فرزند دارین تمام فرزندانتون و همسرتون رو علاقه دارین که با خودتون به کانادا بیارین مشکله و ممکنه که این یک علتی باشه برای مردود شدن ویزای توریستی شما خب در خصوص گردش بانکی, با شما صحبت کردم قرار دادن پول به حساب یک بار این کار رو انجام ندید و اما قصد سفر که یک نکته بسیار مهمی هستش که توسط بسیاری از همکاران آجانس های مسافرتی و بسیار از افرادی که متاسفانه رسمی نیستن کاملا نادیده گرفته میشه این نامه چی هست؟ قصد سفر یا پارپس of تریپ نامه ای هست که در اون متقاضی باید توضیح بده که به چه علتی میخواد به کانادا سفر بکنه و وقتی که به کانادا سفر کرد چه برنامه ای رو برای خودش در نظر داره کانادایی ها آدم های با برنامه ای هستن اگر از یه کانادایی بپرسین که کی قصد سفر داری مثلا سال آینده از الان کلندرش رو در میاره به شما میگه که چه تاریخ قصد سفر داره آدم های هستن که با انضباط هستن مثل آلمانی ها. اگر شما به افسر مهاجرت بگین من میخوام برم کانادا خب میخوام برم کانادا بگردم این افسر مهاجرت این رو نمیپذیره موردی بوده در ماه دسامبر فردی وارد کانادا شده با ببخشید وارد به ترکیه رفته با در دست داشتن ویزای توریستی کانادا فرد رو متوقف کردن و ویزاش رو کنسل کردن و گفتن که قصد سفر شما برای ما مشخص نیست حتی بعد از اینکه ویزا صادر شد و اون فرد با ما تماس گرفت از ترکیه و گفت که چه کار میتونیم برای ما انجام بدیم وقتی که وقتی که پروندهشون رو بررسی کردیم متوجه شدیم که فردی که براشون این کار رو انجام داده بود قصد سفر برای ایشون اصلا در پرونده قرار نداده بود افسری که به این پرونده رو بررسی میکرده ویزا رو صادر کرده ولی بعدا افسر دیگری که احتمالا پرونده رو بازبینی میکرده منصرف شده و تصمیم گرفته که ویزای صادر شده رو کنسل کنه و فرد از سوار شدن به هواپیما در کشور ترکیه من شد. نهایتا قصد سفر برای ایشون تهیه شد فرستاده شد و بعد از چند ماه تونستیم ویزای ایشون رو در سیستم زنده کنیم بنابراین داشتن ویزای توریستی به این معنا نیست که شما صد درصد میتونید وارد کانادا بشید. قصد سفر رو دست کم نگیرید. برای نوشتن قصد سفر به شما پیشنهاد میکنم که حتما از سرویس های حقوقی افرادی استفاده بکنید که کار ویزای توریستی انجام دادن رسمی هستن و میدونن که باید در این پرونده چه چیزی برای شما بنویسن مثالی براتون میزنم شخصی بودن که برای ما یک قصد سفر فرستادن پرونده مردود شده بود و خواستیم که قصد سفر ایشون رو ببینیم تصویری از یک ویلای 3000 اسکوئر با استخر و امکانات به صورت مبله برای ما فرستادن ما احساس کردیم که این دوست عزیز متوجه سالما ما نشدن گفتیم ما قصد سفر رو نامش رو میخوایم گفت همینه همین رو اون آژانس برای من فرستاده گفته بود که اینجا رو برای ایشون ما اجاره میکنیم این قصد سفر نیست که یک فردی وارد, یک ویلای 3000 هزار فیتی میشه و یا دوستی گفتن که ام، اون فردی که براشون قبلا اقدام کرده نوشته بود که من میرم میخوام برم کانادا از کشور کانادا دیدن کنم کشور کانادا خیلی زیباست نقطه در دو خط دوست دیگری گفتن که برای من در قصد سفر نوشتن که دیدن آبشار نیاگارا یکی از آرزوهای من است خب این اشکالی نداره میتونید شما این رو به شاخ و برگ بدین ولی اینکه فقط در دو خط نوشته بشه و اینکه شما به برنامه های خودتون از ورود تا خروج به کانادا نپردازید این برای افسر مهاجرت کانادا قابل قبول نیست و اما در خصوص چند مورد کلاهبرداری میخوام باهاتون صحبت کنم و یه سری هشدار بهتون بدم دوستان برنامه ما در خصوص ویزای توریستی همچنان ادامه داره چون ویزای توریستی کانادا فقط تکمیل پرسشنامه ها نیست که شما فکر میکنید که یک نفر نشسته پرسشنامه ها رو پر میکنه دیویسی دلار از شما میگیره و کار خیلی آسونیه کار نداره این خودم هم میتونم انجام بدم نه دوستان اگر این طور بود کانون و وکلایی نبود کارشناس مهاجرتی نبود که بشینه این مدرک رو بگیره و برای شما این کار رو انجام بده بنابراین جزئیاتی دارد این برنامه که خوبه که شما با فردی که این کار رو انجام داده قبلا و تجربه داره کار بکنید که خودتون و وقت و هزینهتون رو در واقع مزحکی دست افرادی که واقعا نمیدونن این کار چی هست قرار ندین خب موردهایی که دیده شده و برای ما فرستادن ایمیل کردن تو کانال تلگرام ما گذاشتن این بوده فردی در ایران به متقاضی که با ما تماس گرفت و از ما پرسید که آیا این امکان دارد یا نه گفته شده بود به ایشون که 80 میلیون تومن به من پرداخت بکنید که من بتونم تاریخچه مردودی قبلی ویزای توریستی شما رو پاک کنم خیلی خوب میشد که ما میتونستیم یه پاک کن برداریم و تاریخچه های مردودی رو پاک کنیم نه دوستان همچین چیزی امکان نداره حتی اگه شما میلیاردها تومن هم پرداخت بکنید این تاریخچه مردودی پاک نمیشه صداقت داشته باشین با افسر مهاجرت کانادا و اگر قبلا مردود شدید بگید که قبلا مردود شدید خرید دعوتنامه از مبلغ 10 میلیون تومان به بالا مبالغ دیگه ای اعلام شده به ما 800 دلار 1500 دلار دوستانی که دعوتنامه میخرن آگاه باشین افرادی که دعوتنامه میخرن این افراد معمولا اگر مردود بشن خب اون فردی که در کانادا داره دعوت نامه رو میده باید نامه کاری بده. باید مشخص بشه خودش به چه صورت وارد کانادا شده. شاید شما از فردی که دارین دعوت نامه رو می‌خرید قبلا به صورت پناهنده وارد کانادا شده باشه و این در واقع و دریافت ویزای توریستی شما رو داره به خطر میندازه. پس شما نمی‌دونین اون فرد از چه طریق وارد کانادا شده. آیا نامه کاری میدهد یا نمیدهد؟ بنابراین هرگز این کار رو نکنید. چیزی به اسم خرید دعوت نامه که باب شده متاسفانه در ایران لطفا این کار رو انجام ندید ما ایرانی ها آدم هستیم که میخوایم یه خرید بکنیم مغازه های زیادی رو میریم از چند نفر میپرسیم میخوایم وکیل انتخاب بکنیم سعی میکنیم آگاهانه قدم برداریم پس چرا افرادی که این صحبت ها رو میکنن لازم نیست شما وکیل باشین شما میتونید یک حساب و کتاب خیلی ساده انجام بدین تماس بگیرین از چند نفر بپرسین آیا این کار رو میشه کرد اگر من دعوتنامه بخرم چه اتفاقی خواهد افتاد یکی از اتفاقاتی که میفته خدمتون گفتم ممکن اون فرد پناهنده شده باشه و پرونده شما رو خراب بکنه اتفاق دیگری که میفته این هست که ممکنه اون فردی که دعوت نامه رو از طریق واسطه معمولا این کارو شنیدن میکنن کپی کارت اقامت یا میشه شهروندی یا کارت پیارشون رو میدن و یک دعوت نامه همین نامه کاری اگر یک دعوت نامه نداشته باشه استیتمنت بانکی اگر نداشته باشه اون دعوت نامه هیچ فایده ای برای شما نداره بنابراین شما اگر اینها رو نمیدونید هرگز این کارو نکنید و در پرانتز براتون توضیح میدم دریافت ویزای توریستی کانادا منوط به داشتن دعوت نامه نیست بنابراین کسانی که دارای اقوام دوستی در کانادا نیستن لازم نیست نگران باشن کشور کانادا قوانین و مهاجرتش و دریافت ویزای توریستیش فرق میکنه با کشور امریکا به خصوص در این قوانین جدیدی که آقای ترامپ وضع کردن شما لازم نیست برای اومدن به کانادا حتما دوست یا اقوامی در کانادا داشته باشید که به شما دعوت نامه بده تعداد کثیری از پرونده هایی که دفتر مهاجرتی من انجام میده بدون دعوتنامه هستن و مورد بعدی کلاهبرداری که با ما تماس گرفتن و به ما گفتن که خیلی زیاد هم دیده میشه ارائه گارانتی یا ضمانت برای دریافت ویزا هستش من نمیدونم چه اصراریه که این دوستان از کلمه گارانتی استفاده بکنن حالا برای این هستش که بگن که وزیر مهاجرت کانادا آشنای اونها هست ویزا رو صادر میکنه رو چه حسابی و با چه جرعتی میتونن از کلمه گارانتی استفاده بکنن واقعا من در حیرت هستم دوستان موردهای بسیار زیادی هست از کلاهبرداری به خصوص الان که ایرانی های عزیز دوست دارن وارد کشور کانادا بشن و از این کشور زیبا دیدن بکنن لطفا آگاهانه قدم بردارید و سعی بکنید که برای اینکه میخواین ویزا رو دریافت بکنید فکر نکنید دریافت ویزای توریستی کانادا کار ساده هست و فقط پر کردن چند تا پرسش نامه هستش و در آخر میخوام که یک خبر خوب رو به شما بدم ما اقدام کردیم به تاسیس کارگاه های آموزشی این کارگاه مخصوص کسانی هست که وارد کشور و کانادا میشن تازه وارد هستن و حتی اگر موکل مهاجرتی دفتر ما نباشن خوش آمد میگیم بهشون و ما دوست داریم که با قوانین کشور کانادا آشناشون بکنیم. این دوستانی که تازه وارد کانادا شدن با حجم بسیار زیادی از اطلاعات در این دنیای جدید خودشون رو مواجه میبینن و سردرگم و گیج میشن. ما دوست داریم که به این دوستان کمک بکنیم که بتونن با آگاهی بهتری در کشور کانادا زندگی کنند. از شما خواهش میکنم که اگر سوال دارید و نیاز به مشاوره حقوقی دارین شماره تلفن های دفتر ما 416 با 416 شروع میشه تماس بگیرن دوستانی که در کانادا هستن دوستانی که در ایران هستن با شماره تلفن پیش شماره 647 میتونن از طریق واتساپ یا تلگرام با ما در ارتباط باشن دفتر ما هفت روز هفته پاسخگوی شما هست حتی روزهای شنبه و یک شنبه میتونید به صورت پیامکی با منشی پاسخگوی پیامکی ما در ارتباط باشین در هر کجای دنیا که هستین شب و روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم ممنون که بیننده ای این برنامه بودید شب خوش ارتباط مستقیم